سلام، به 38مین شماره از توپ ترانسفر خوش اومد. امروز شنبه 17 تیر ماه، در کنار هم آخرین اخبار نقل و انتقالات 24 ساعت گذشته فوتبال ایران و داغ‌ترین خبرهای این بازار رو مرور می‌کنیم. پرسپولیس در آستانه انفجار یک بمب بزرگ. قلی‌زاده سرخپوش می‌شود. از باشگاه پرسپولیس خبر میرسه بعد از تأخیر در انتقال قلی‌زاده به باشگاه لهستانی، مدیران این تیم مذاکرات خود را برای به خدمت گرفتن این بازیکن آغاز کردند. قلی‌زاده بازیکن تیم شارلوای بلژیک فصل قبل به صورت قرضی در تیم ترکیه کاسیم پاشا بازی کرد و حالا در آستانه انتقال به جمع سرخپوشان پایتخت قرار داره. ستاره سابق سری آ به مس رفسنجان پیوست. علی عدنان مدافع چپا و 29 ساله که 85 بار پیراهن تیم ملی عراق رو برتن کرده و کاپیتان دوم این تیم محسوب میشه، با باشگاه مس رفسنجان قرار داد بست. عدنان یکی از ستاره های مطرح فوتبال عراق که در سری آ ایتالیا پیراهن اودینزه و آتالانتا رو برتن کرده و فصل گذشته هم برای روبین کازان در لیگ روسیه بازی کرد. آلومینیوم مقصد احتمالی دروازه‌بان پرسپولیس. احمد گوهری از زمانی که از نفت آبادان به پرسپولیس پیوست، به جز چند بازی فرصت چندانی برای به میدون رفتن پیدا نکرد. به همین دلیل این دروازه‌بان به صورت قرضی از پرسپولیس جدا شد تا بتونه به تیم دیگه‌ای رفته و اونجا بازی کنه. در این باره گفته میشه که گوهری به زودی به آلومینیوم عراق خواهد رفت. قرارداد 3 ساله ستاره آبی ها با رستوف. کار پیوستن محمد محبی به تیم فوتبال رستوف تموم شده و حالا رسانه های روسیه هم این خبر را تایید کردند. به گزارش آربی اسپورت، دو تیم رستوف و سانتا کلارای پرتغال بر سر انتقال محمد محبی به توافق رسیدند و این بازیکن 24 ساله قراره یک قرارداد 3 ساله رو با تیم روسی به امضا برسونه. علیرضا حقیقی به هوادار پیوست. علیرضا حقیقی در سالهای اخیر در نساجی بازی کرد و تا بازوبند کاپیتانی این تیم قدیمی رو هم به بازو بست، اما با حضور مهدی رحمتی به عنوان سرمربی این تیم اون نامش در لیست مازاد باشگاه قرار گرفت. حقیقی بعد از جدایی از نساجی با هوادار به توافق نهایی رسید و با این باشگاه قرارداد امضا کرد تا فوتبالش رو در تهران ادامه بده.